با تقدیم سلام دوباره بنده گرامی میرسیم به بخش بررسی جریانات کشور و بار دیگه سپاسمند هستیم از دوست گرامیم از تحلیلگر شناخته شده کشور و آقای ویس ناصری که با ما هستن و سلام تقدیم میکنیم برای شما ناصری عزیز. بازم ممنون از اینکه با ما هستید. جناب حضرت خالص عرض سلام ادب دارم، انشاءالله با صحت سلامت باشین. خلاف وعده اردی ما حاضر هستیم و گرچه دو در رخصتی بودیم این روز، مگم بازم در خدمت شما هم وطنان هستیم. موفق کامیاب باشین. جان سپاس از دعوت محبت سلامت باشین. تشکر ممنون و حضرت که بازم رخصتی ما به هم خورد و رخصتی شما رو ما خراب کردیم، معذرت میخواییم. ولی پیش هم وطنان ما گم نمیشه یادتان باشه، احساس میکنه کمی حداقل ما صادقانه در خدمت شان هستیم، یه واقعا ارج میگذارن هم وطنان ما. پس طبق معمول شما میشتیم چقایق ناصری بزرگوار، بعدا به سوالاتی که هست باز ادامه میدیم. بفرمایید. خب در ارتباط به مسائل افغانستان، خالص قسمی که شما در گزارش های بسیار وزین تنویش میگین، مسئله پنجمین کنفرانس و یا نشست فرمات مسکو است که در 29 ماه جاری دایر میشه در کازان و در اونجا گفته شده که روی مذاکرات بین الافغانی تاکید روزها برای تشکیل یک حکومت فراگیر ملی، یک حکومت مشروع، یک حکومت ممثل که متنوع باشه و از همه افغانان نمایندگی کنه است و همچنان در اون فرمات و در اون نشست کشورهای مختلف به هم حضور میابند که همه و همه کشورها یک خواست دارند. در قدم دوم موضوع انتقاد سریع و تند صدراعظم موقت پاکستان است که آقای کاکر گفت که حکومت طالبان یا دولتی به حساب اونا نامشروع است و اصلا تعریف از یک دولت مدرن نداره، که یک انتقاد بسیار سریع و تند بود و گفت که طالبان یعنی حکومت و نظام نیستند، که از آدرس پاکستان در انتقاد مورد بحث هست میشه در این نشست و در این صحبت ما شما. و همچنان مسئله تعیین یک نماینده رسمی چین در کابل است که به عنوان سفیر شاید گفته نشه، به دلیل از اینکه از نظر رابطه بین الملل و قوانین بین الملل رابطه دولت با دولت وجود نداره، ولی چین اقدام کرد که بر اولین بار یک کاردار سفارتش به حساب امو اگریمنت خود را و یا شناسنامه خود را به حساب به دولت یا حکومت طالب ها پیش کرد، پس شکل رسمی که اعتبارنامه خود را باید از طالب ها بگیره. و این اقدام چین چی معنا داره؟ آیا چین در پای شناخت طالب ها هست، نزدیک شده، دور شده؟ در این باره در این سه میور، میور فرمات مسکو، انتقاد و روی و روی طالب ها با پاکستان و مسئله چین اگر شوه میشه کمی بحث کنیم. جهان سپاس. و خوب است که میشه مثلا هم مسئله داغ روز است و از فرمت مسکو شروع میکنیم که یعنی بالاخره نتیجه خود را تنیم. در این زمان امروز مقام قطری هم ایران کردن که ما میخواییم که یک راهایی را جستجو کنیم که افغان ها بین همدیگر بشینن و زمینی یک مذاکرات را آغاز کنیم. میخوایم در این رابطه بیشتر بشنیم که چرا معمولا تاکید سر مذاکرات بین الافغانی یا دولت فراگیر میشه، تاکید سر تغییر ساختار و سیستم نمیشه. دلیل از این شما میشه خوبتر توضیح بدین. خب از قطر اگه شروع کنیم که قطر در پای برسمیت شناختن طالب ها و یا به حساب امو توجیه سیاست طالب ها هست موتاتانه و بسیار با گام های شمرده میخواید که در انظار ظاهر نشه، ولی حامی کلان طالب ها هست و برشان لابی میکنه. کلانترین لابی قطری ها برای طالب ها هست، دفتر سیاسیشان هنوز هم هست و ما هفتوار همون پولی را که امریکا میتر ده چند زور را شاید قطری ها برای طالب ها بتر امکانات تکنیکی برشان مساعد بسازه، همه امکانات قطری ها میکنه در رقابت بسیار شدید و تنگاتنگی که با امارات متحده عربی و عربستان سعودی در خاورمیانه داره و همچنان با ایران، ترکیه و دیگر کشورها تا پاکستان.
ولی قطر نمیخواهد که در انظار ظاهر شود و نشان بده که ما در میدان جنگ و سیاست افغانستان مطرح هستم و این ما هستم که تعیین میکنم همه چیزا. قطر در حالی که با طالبان رابطه بسیار نزدیک داره، مدافع و یا به حساب ما آدرس است که در ناتو چیزی را که بر افغانستان امریکایی ها میخواستن بتن که همپیمان استراتژیک خارج ناتو، امروز قطر قرار گرفته و قطر به حساب مدافع منافع امریکا هست و عامی و همچنان به حساب مو یعنی حمایت قاطعی از منافع امریکا در منطقه میکنه، نماینده خاص امریکا هست، ولی در عین زمان با نوزادهای اسلامی، کشورهای اسلامی و مخصوصا اخوان المسلمین و دیگر حرکت‌های اسلامی رابطه داره و با اسرائیل هم ارتباط داره، در سیاست منطقوی هم مطرح هست، در سیاست جهانی هم مطرح هست، اقتصاد بزرگ داره، سیاست کلان داره و آرزومندی بزرگ داره، هژمونی قطر در مسائل منطقه و حاکمیت و حکومتش و به حساب سیطره قطر بر همه کشورها مخصوصا افغانستان اینا بسیار مشهود است، ولی بسیار ماهرانه و بسیار هوشیارانه سیاست میکنه، ولی میخواهد که به هر شکل که شوه افغانا را هم اگر دور هم جمع کنن قناعت به میتن که مثل که در اندونزی بینا بود که باید با طالب ها بپیمدیم، طالب هم حس یک واقعیت قبول کنیم، برادر بزرگ بگیم در میور طالب همه برن تسلیم شوند. هر فرق آقای خلیلزاد زد به شکل غیر دیپلماتیک، غیر مؤدبانه و غیر سیاسی که همه تسلیم شوین، برین به کابل و تسلیم شوین به طالب و در اونجا دیگه نه عسکر امریکا می یا نه شما را حمایت میکنه، شما اگر میخواین زندگیتان تامین شه برین تسلیم شوین. ولی حرفای آقای خلیلزاد امروز مقامات امریکایی رد میکنه و میگه کی سیاست و این پالیسی شخص خلیلزاد است، نه نمایندگی از ما نمیکنه. به هر صورت در ارتباط به نشست فرمات مسکو مهم است که خواست مسکو و تمام از این کشورها تغییر نظام سیاسی در افغانستان است، به دلیل از این که حکومت و حاکمیت فعلی که به نام طالب هست امارت اسلامی هست و از نظر دید سیاسی و مذهبی اینا واقعا یه خطر کلان به منافع امنیتی تمام از این کشورها است. اگر طالب به شکل در قدرت بمانه، حمایت تمام گروه های به حساب دهشت افغان و مسئله شورشی را که مربوط همه کشورهای آسیای میانه و کشورهای جنوب آسیا و دیگر کشورها هستن، طالب ها به این شکل به حساب اعلان موجودیت یک حکومت سرتاسری اسلامی را میکنن، صدور انقلاب، صدور همون مفکوری به حساب امارت اسلامی خود را و بالاخره مرکز خلافت اسلامی خود اعلان کردن و همه را دعوت به بیعت کردن و اطاعت و شریعت کردن گروه اسلامی دیگه، این اصلا ادامه حیات سیاسی به نام امارت اسلامی برای روسا، برای حتی چینایی ها و بسیاری کشورها مطلوب نیست و خواهان تغییر نظام سیاسی فعلی هستند. این که تنوع سیاسی میگن، مشارکت میگن، حکومت فراگیر میگن، حکومت همشمول میگن، این حرفایی است که به حساب از با ادبیات سیاسی گفته میشه، ولی در واقعیت تمام کشورهای جهان مخصوصا در محور فرمات مسکو و کشورهای شانگهای اینا همه و همه خواهان تشکیل یک حکومت پاسخگو، حکومتی که پابند به قوانین بین المللی، کنوانسیون های بین المللی، منشور سازمان ملل متحد و با تنوع سیاسی باشه که نمایندگی از همه اقوام کنه و عامی ترور و تروریسم نباشه. اینا زیادتر تمرکزشان نه به خاطر رفتن زنان و دختران به مکاتب و کار و آمدن احزاب سیاسی و مطبوعات آزاد و شورا و پارلمان در افغانستان است، بلکه یک نظام و حکومتی را میخواهند که از او تهدید نشه منافع امنیتی و منافع اقتصادی و سیاسی از کشورها، ولو که در افغانستان یک نظام دیکتاتوری هم باشه ولی پابند با اونمو منافع استراتژیک تمام کشورها باشه. ولی با حضور تی تی پی و داعش و القاعده و سپاه صحابه و جیش محمد و انصار الله و تاجکستان و نوزد اسلامی و ازبکستان و ده ها گروه دیگه، خالص هیچ کشوری در منطقه خود هم احساس نمی کنه. همین روی و رویی نوروز پیش طالب ها در تورخم نشان داد که اینا پابند به هیچ قانون بین‌المللی نیستن، هیچ اصلا کوچکترین بوی از روابط بین الملل و قوانین بین الملل و احترام گذاشتن به مرزهای بین المللی ندارن، هیچ آگاهی ندارن، طالب سواد سیاسی از این نداره که
اساکری را به حساب جابجا کنند که امو روابط بین الملل بفهمند و حقوق دولت ها را و همچنان احترام گذاشتن به مرز بین المللی را. متاسفانه اینا بسیار برخورد های غیر منطقی دارند و تحریک آمیز و این ماجراجویی های طالب بالاخره با روی و روی کشورها و جنگ کشور با کشور شاید مبدل شد. بناهن فرمات مسکو، شانگهای و دیگر کشورها همه خواهان تغییر سیاسی نظام سیاسی افغانستان است. مسئله مذاکره بین الافغانی و در برخواسته از بحث صحبت های افغان ها یا حکومت که مشروعیت ملی داشته باشه، این فرمات شست، این ظاهر است، این به حساب امو آرایش امی مجلس است، ولی متن و محتوا و حاصل و مایه امی تمام بحث ها است که تغییر نظام سیاسی امروز افغانستان خواست همه کشورها مخصوصا کشورهای قدرتمند منطقه هست. حالا در او هم هند و پاکستان قرار گرفته، هم چین و روسیه و ایران و همه کشورها در هر سطح که هستند، و چی در فرمات مسکو و چی در شانگهای. شما ببینین که توماس وست میگه که طالب ها در قل و قم و سرکوب داعش موفق بود، در حالی که معاون شورای امنیت ملی قزاقستان در نشست فرمات شانگهای اعلان میکنه که با حضور طالب ها و دولت و امارت اسلامیشان داعش و القاعده و تمام گروه های تروریستی چنان رشد یافتند که خطر بزرگی برای منطقه و امنیت ملی و منافع ملی همه کشورها و منافع کشورهای آسیای میانه هست و ما طالب ها در مهار از اینا و در حفاظت از سرحدات و اینکه منافع ملی کشورها حفظ شوند ناکام هستند. یعنی ببینید این تضاد و همچنان مقامات امنیتی و استخباراتی خود امریکا اظهار میکنند و اعتراف میکنند که القاعده و داعش و اینا در افغانستان وجود و حضور دارند و فعال هستند و بسیار زیاد خطر بزرگ هستند، ولی آقای توماس وست میآید و لابیگری میکنه و ماسمالی میکنه و میگه که طالب ها بسیار موفق هستند در سرکوب داعش، در حالی که این دلیل چی است؟ یعنی ماموریت آقای توماس وست کمونطور که ادامه دهنده رای و به حساب و اهداف آقای خلیلزاد بود، متاسفانه دکترین را که خلیلزاد بر افغانستان ترسیم کرده بود توماس وست یا تام وست او را ادامه میده و اینا امیری و غیره و اینا لابیگری میکنن بر طالب ها، در حالی که مقامات ارشد ایالات متحده امریکا از رشد تروریسم و خطری که افغانستان داره و شکستی که امریکا خورد و امروز مارک میلی میگه بزرگترین شکست استراتژیک ما خروج ما، خروج غیر مسئولانه ما از افغانستان بود، و آقای مارک میلی کسی است که خودش لوی دیرستیز ارشد امریکا هست. یعنی در امریکا قسم که هموطنان ما میدارن در بخش های مختلف اینا به حساب نیروهای نظامی دارن دریایی و هوایی و زمینی و لوی دیرستیز کل و ارشد آقای مارک میلی است و او در او زمان مسئولیت ارشد داشت و نشان میده که او مخالف خروج فرارگونه و غیر مسئولانه بوده و در صحبت های اول خود امیر گفت که ما مخالف خروج کامل بودیم، ولی آقای بایدن این قبول نکرد. به هر صورت در محور مذاکرات فرمات مسئله تغییر نظام سیاسی و موضوع تروریسم و تعهد طالب ها به این که منافع ملی و امنیت ملی کشورها در خطر نفته، طالب ها یک شلاق سیاسی و یک سیلی سیاسی را در مسکو خواهند دید اگر آیت را بفرستند. ارتباط موضوع انتقاد صدر اعظم پاکستان، صدر اعظم موقت شاه کاکر، انوار الحق کاکر بسیار جدی هست، مهم است و واقعا تاریخی هست که یکی از دولت مردان پاکستان بگه که طالب ها بی کفایت هستند. چطور که کاسه صبر از اینا لبریز شد یک مرتبه آقای راسیوی؟ خب منافع ملیشان، منافع امنیتیشان خالص یک صدایی هست که به خلم میکروفون های ما شما یا چی هست که رشد هست. منافع ملی و امنیت ملی پاکستان و منافع اقتصادی و سیاسیش و ای که طالب ها در میان به حساب تشکیل یک حکومت پاسخگو و مسئول و رابطه دولت با دولت ایجاد کردن با پاکستان و یا حمایت از گروه های تروریستی و گروه های دهشت افغان، گروه هایی که مانند خودشان با تکیه بر سلاح
با تجهیز و به حساب انتحار و انفجار و کشتار و وحشت و خشونت و ارهاب میخواین یک نظام سیاسی را ساقط بسازن و بیرق خود بالا کنن و به اصطلاح خودشان شریعت تطبیق کنن. بینان طالب ها وقت انتخابشان در روزهای اول بعد از مذاکرات بسیار طولانی بین کابل و قندهار و خوست اینا حمایت از گروه های هم فکر هم مفکوریشان بود، اینا متاسفانه در رشد فعالیت های تروریستی در پاکستان و برهم زدن امنیت ملی پاکستان و منافع ملی پاکستان اقدام کردند و امروز دولت مردان پاکستان همه چی آقای شریف بود و همچنان امروز انوار الحق کاکر است و فردا هر کسی که انتخابات ببره، ولو که عمران خان در زندان است، اگر حزبش یا طرفداران عمران خان هم در کامیاب شوند، بر از اونا منافع ملی پاکستان مطرح است و پاک طالبی که حمایت میکنه بر هم زدن امنیت ملی پاکستان دیگه مورد حمایت پاکستان نخواهد بود. جنگی که در چترال صورت گرفت، حرکتی که در تورخم صورت گرفت، امروز حمله تروریستی که بر جان باز فضل رحمان مولانا فضل رحمان صورت گرفت و یکی از همکاران بسیار نزدیکش به نام مفتی حمدالله یا ملا حمدالله به حساب بسیار شدید زخمی شد، این نشان میده که واقعا خطری که از افغانستان و گروه های تروریستی برای امنیت ملی و منافع ملی و جان رهبران سیاسی و نظامی پاکستان ایجاد کردن یک موضوع به حساب ساختگی نیست، یک موضوع تبلیغاتی نیست، بلکه یک واقعیت است که مانند که افغانستان دچار کشتار و وحشت و خشونت ترور و تروریسم شد و نظام و حکومت بالاخره از پا افتاد، بعد از چند سال در پاکستان هم اینا میخواهند که با ایجاد رعب و وحشت و خشونت و کشتار و انتحار و انفجار نظام و نظام سیاسی و امنیت ملی و منافع ملی پاکستان به خطر کردن و بالاخره باعث سقوط حکومت مرکزی شوند. و این یک بازی نیست، یک ساتری نیست، بلکه یک واقعیت است. کسایی که میگن که پاکستان یک بازی بر خود ساخته که منافع اقتصادی و اینا در این ماننده که دولت افغانستان پیش روی چشم ما سقوط کرد و ماننده که دیگه حکومت ها و نظام ها میتونه سقوط کنن، متاسفانه و بدبختانه همین حالت در افغانستان در پاکستان حاکم است و پاکستان متوجه شده و امروز لوید رستیز پاکستان اگر شما شاهد باشین و کشورهای مختلف سفر میکنه و میخواهه که یک نوع همکاری منطقوی را ایجاد کنه به خاطر یک کمربند امنیتی و این کمربند امنیتی چیز دیگه بیش نیست که مداخله پاکستان به خاطر مبارزه با تروریسم حمایت کنن و مخالفت نکنن و بالاخره پاکستانی ها به بانی موضوع مداخله چترال یا شمال یا جنوب افغانستان، شاید با چند کشوری را بار بار گفتیم که افغانستان متاسفانه و بدبختانه مورد هجوم قرار بده. تشکر، سلامت باشین. دو سوال جالب دیگه ما دارم که شاید یکی جنجالی هم باشه، ولی پیش از اون من میخوام که یکی دو سه دقیقه در رابطه با تعامل چین با طالب ها صحبت کنیم که روی کدام تعامل، روی کدام بسیار قوانین اینا بسیار سفیر خود روان کردن در حال که هیچ هنوز به رسمیت هم نشناختن، ولی آیا فرستادن سفیر قسمت به رسمیت شناختن این گروه توسط چین نیست؟ خب ببینین، من امروز یکی از رسانه ها در این باره بحث داشتم، موضوع به رسمیت شناختن مطرح نیست. چین عضو دائمی سازمان ملل متحد است، عضو شورای امنیت است، یکی از پنج کشور است که حق ویتو داره و در تمام اعلامیه ها و قطعنامه هایی که شورای امنیت صادر میشه چین او را تایید میکنه، حداقل مخالفت نمیکنه و ویتو نمیکنه در ارتباط به افغانستان که هم از او به ضد طالبان هست و از اوضاع نابهنجار و نابسامان و دردناک و مصیبت بار افغانستان و تاسف بار افغانستان همیش سازمان ملل متحد گزارش میده شورای امنیت، همچنان دیگه نهادهای بین المللی و در رمی کنفرانس شانگهای که در قزاقستان بود چین حضور داره، در فرمات مسکو چین حضور داره و در اونجا طالب سرکوب میشه و سیلی های سیاسی میخورن و چین سکوت میکنه، ولی چین در افغانستان منافع کلان اقتصادی داره. همین موضوع رای ابریشم که ما میگیم یکی از پلان های چین است، ولی از اون مسائل اقتصادی هم که در امنیت ملی چین مطرح است، واقعا چینایی ها از امنیت ملی خود احراز دارن.
و از رشد ترور و تروریسم در سرحدات خود و سرحدات دیگر کشورهایی که با چین منافع کلان اقتصادی در آسیای میانه و همچنان پاکستان. برای چین همونطور که آقای بایدن گفته بود که برای ما پاکستان 50 بار از افغانستان که در ارزش بیشتر داره، من فکر میکنم که برای دالان پاکستان و سرمایه گذاری هایی که چین در پاکستان که شاید 70 میلیارد دلار و بیشتر باشد در تمام عرصه ها، برای پاکستان شاید، برای چین شاید پاکستان 100 چند و هزار چند افغانستان ارزشی بیشتر داشته باشد. بسیار کلان ارزش داره پاکستان برای چین، یک همپیمان استراتژیکش است از هر نگاه در رقابت با هند. بنابراین این رابطه به خاطر حفظ اونمو روابط سیاسی هست، به خاطر از این که نمیخواد که طالب ها در حالتی که روس ها در جنگ اوکراین و دیگر مشکلات ها هستن و همچنان امریکا ظاهرا از منطقه رفت و یک خلای امنیتی و خلای سیاسی را در منطقه ایجاد کرده، نمیخواد رویارویی با طالب داشته باشه. ولی هرگز و هرگز چین حاضر به رسمیت شناختن دولت و حکومت به نام امارت اسلامی نیست. نه منافع سیاسی و اقتصادی و امنیتیش اجازه میده و نه هم همپیمانی و همکاری با کشورهای شانگهای و کشورهای منطقه و آسیای میانه و فرمات مسکو و بالاخره تمام کشورهای غربی، به خاطر که چین نمیخواد حامی یک گروه تروریستی، یک دهشت افغان، یک گروهی که حامی و به حساب بانی ترور باشه و همچنان تمام گروه های تروریستی که منافع همه کشورها را مخصوصا چین و همپیمانانش تهدید میکنه با او رابطه دیجور و قانونن داشته باشه. ولی فرستادن سفیر به معنای به رسمیت شناختن نیست. سفیر به عنوان سفیر هم روان نکرده، به خاطر از اینکه سفیر که وقت روان میکنین باید سفیر طالبان را به عین شکل به رسمیت بشناسین و در شورای امنیت اولین پیشنهاد باید چین کنه که یک دولتی در افغانستان تشکیل شده و اوی را شما به رسمیت بشناسین و یک تعداد فیصدی کشورهای جهان تشویق کنه که همه ما یک جا باید چین به رسمیت، افغانستان به رسمیت بشناسیم طالبان را. ولی این کار نه با در سطح شانگهای میکنه، نه در سطح فرمات مسکو میکنه، نه در سطح منطقه میکنه و نه در سطح جهان میکنه. چین قدر ساده نیست که امارت اسلامی طالبان را که گفتی آقای کاکر صدر اعظم موقت پاکستان که تعریف از دولت و دولت مداری ندارن و در یک دولت مدرن نمایندگی نمیکنن و اصلا دولت نیستن و یک دولت اداری غیر مشروع هست که در لایه های مختلف قدرت اینو بین خود تقسیم کردن که نشان ده، یعنی اشاره آقای کاکر به فرار رهبر طالب ها و جنوب است و اینکه افغانستان از جنوب اداره میشه و پایتخت کدام ارزش نداره و که لایه های مختلف اشاره میکنه به این معنی است. بنابراین چین در همچون یک تحلیلی که پاکستان از اوضاع افغانستان داره، روس ها دارن و یا ایرانی ها دارن، هرگز حاضر نمیشه که مستقلانه بیایه و بگه که ما دولت امارت اسلامی رو به رسمیت میشناسیم. این یک خواب است و خیال است و محال است و جنون. ولی چین در بازی میدان اقتصادی، سیاسی، امنیتی افغانستان میخواد دست بالا رو داشته باشه که زمانی که بحث تقسیم منافع شود، چین در همین خلایی که امریکا ایجاد کرده و روس ها فعلا در اوکراین پایشان بند مانده، در همین خلای چین در منطقه مو از قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی خود در افغانستان و کشورهای آسیای میانه نقش و نفوذ خود را بیشتر بسازد. تشکر. سلامت. هفته گذشته هفته شهید بود آقای ناصری. ما شما هم صحبتهایی داشتیم. در بعض جایا به شمول تورنتو از قهرمان ملی کشور شهید احمد چای مسعود اینا به نام بانی خراسان یاد شده و یاد کردن که در پروی از اینکه مثلا نویر بلا خان خادم دین رسول الله گفتن و احمد چای مسعود هم یک خراسانی خطاب کردن. از دید شما آیا شناختی که البته ما خودم داشتم و شما شناختی که داشتیم لردون با او بزرگوار ملاقاتهایی داشتیم، آیا چنین رچید داشتن و اندیشی در آقای شهید مسعود داشت که اونا یک خراسانی هستن نه یک افغانستانی؟ من دیروز یک هفته پیشتر هم گفتم در بحث های مختلف که مسعود سمبول از افغانستان بود، سمبول از وحدت ملی بود
قصیر که با شهید حاجی صدیق قدیر و همچنان استاد سیاف بر شما کردم و از بله همکاران و همیارانش براتون گفتم و در سفرهایی که داشت و همیش در نشست مسعود دید بسیار وسیع داشت. کسانی که امروز از هر نگاه شکست روی خوردن و میهن و بیرق تجزیه طلبی را بلند میکنند. درست است که خراسان یک وقت نام افغانستان بود و ما خراسان داشتیم، ما آریانا داشتیم، نام های مختلف افغانستان داشت، ولی افغانستان امروزی هم یک برگی از تاریخ افغانستان است و در شرایطی که ما امروز زندگی میکنیم بیرق ملی، شعار ملی، هم چیزی را که امروز طالب همیشه بر ضدش میجنگه ما باید بلند کنیم و نام افغانستان و مسعود مربوط به تمام اقوام افغانستان، مذاهب افغانستان، مردم افغانستان و مناطق مختلف افغانستان بود و ای افتخار داشت. و کسانی که میگه دشمن دانا بلندت میکند بر زمینت میزند نادان دوست، متاسفانه پیروای نادان، پیروای احساساتی، پیروایی که واقعا نه دانش تاریخی دارند و نه بینش ملی دارند و نه اخلاق اسلامی دارند و نه پابند به ارزش های دینی و ملی هستند، اینا بزرگترین دشمن های مسعود بودن هستند. بسیاری کسایی از این کسانی که رهرو و پیرو مسعود خود میگفتن بزرگترین دشمنی رو برق مسعود کردن و ما این همیش نقد کردیم از کلانهایشان گرفته تا خوردهایشان. در چندین مجلس اینا مرا دعوت کردن که حضور بیافتم به شکل حضوری و یا هم آنلاین، در یک کشش اشتراک نکردم و دلیل از این که نه به این که با اونا خدای نخواسته توهین کنم و بگویم که شما، ولی ما در 20 سال گذشته شاهد بودیم که وقتی مجلس ترحیم مسعود و بزرگداشت یاد مسعود گرفتن، اکثرا دشمنان تاریخی مسعود وقت دادن که بیا و صحبت اول و گردانندگی رو. کسانی که از نظر عقیده هیچ سنخیتی با مسعود نداشتن. ما با اندیشه چپ و راست مردم غرض ندارم، ولی مسعود یک مسلمان بود، مسعود یک انسان مؤمن متقی و پابند و بسیار مسائل شرعی بود. مسعود حتی شاید مبالغه باشه، غلو باشه که آدم بگه که مسعود وقت جای میره بدون وضو نبود و همیش با وضو بود، با طهارت بود و هیچ وقت پنج وقت نماز خود قضا نمیکرد. کسی که با مسعود بود، گاهی که ما دیدیمش خوب دیدیم، اما همیش داستان مسعود شنیدیم. مسعود انسان پاک چشم، با اخلاق و متدین و مؤمن بود، مسلمان بود، نمازگزار بود. وقتی مجالسی که برای نام مسعود گرفتن با یک لحظه سکوت، یک لحظه سکوت برای مسعود و گرداننده هم از امو پرچمی های نامدار و به حساب نطاقای رادیو تلویزیون سابق، کسانی که با مسعود، با جنگ مسعود، با هفت بار مقاومت مسعود در مقابل روسا انتقاد داشتن، با اندیشه و دین مسعود انتقاد داشتن، امروز میان و میگن که مسعود اصلا یک عضو یک حرکت نوزت اسلامی هم نبود، با جهاد هم که کرد جنگ سرد بود، با شوروی ها منعی کن او را تنزیل میتن با یک مقاومت ملی میخواین تبدیل کنن، کلمه جهاد بالکل خونسا کنن. نگوین که مسعود یک رهبر با کریزمای مجاهدین بود، یکی از فرمانده های نامدار جهاد بود، با جهاد اینا دشمنی دارن، با عقیده اینا دشمنی دارن. برای مسعود اینا وقت مجلس میگیرن یک لحظه سکوت، استاد شوین در پای های دارن، استاد شوین و احترام عامر صاحب شهید، در حالی که عامر صاحب شهید این حرفا با این حرکات با هیچ استها هیچ موافق نبود. او دین، عقیده، ارزش های دینی و بسیار عرش میگذاشت و انسان بسیار مؤمن بود. حتی سیگریت کشیدن بعدش میامد در سنگر خود، کسی که سیگریت میکشید او را نصیحت میکرد که مجاهد سیگریت نمیکشه. همون داستان های بسیار تاریخی ما داره مسعود. از نظر اخلاقی یک معلم اخلاق بود برای هر کس و بناهن این کلمه که امروز ما بخواییم با ملت خود و بانی زیر نام مسعود بجنگیم و بگوییم که خراسان قبول داشت، نام افغانستان نفرت داشت، از افغانستانی و افغانستان نفرت داشت، این طور بود، خراسان زنده باد مسعود، ما مسعود تنزیل بتیم و به حبیب الله خان کلکانی. حبیب الله خان یک پادشاه نو ما قدرت سیاسی افغانستان را گرفت، ولی از نظر سواد سیاسی، از نظر امو دانش، بینش، اهداف، آرمان و ساختار با مسعود را مقایسه کردن، یعنی جفای بزرگ است، خیانت است به مسعود،
خیانت است با جایگاه مسعود، با آرمان مسعود و مکتب مسعود. درست است که از نظر قومی شاید تاجک بوده و تاجک تبار بوده و یک مدت به حساب آمده و یک دوره تسلسل حاکمیت یک قوم شکستانده، ولی آیا بچی سقاوه، حبیب الله بچی سقاوه با مسعود مقایسه کردن و اینا را در یک ترازو قرار دادن، حق سردور کنار هم گذاشتن، از امون نهایت جهالت نفرت قومی نمایندگی نمی کنه؟ آیا از امو تحصب و امو سقوط ارزش های ملی نمایندگی نمی کنه؟ که ما قدر با نفرت قومی و زبانی و سمتی و اینا آغشته شدیم که هر تاجک ما ولو که دز بوده، بیسواد بوده، باسواد بوده، هر چیزی که بوده قهرمان بوده، در حالی که اعتراف به تاریخ و اعتراف به مردم و از حق دفاع کردن و حق گفتن، ولو که پدر انسان بوده باشه، ولو که هر کس بوده باشه، یعنی با نفرت قومی، با تعصب قومی، با فاشیزم زندگی کردن و مبارزه با حساب در جامعه زندگی کردن و مبارزه کردن، یک گناه عظیم است. به دلیلی که مسعود نفرت قومی نداشت، مسعود برای بلند کردن بیرق تاجک، پشتون، هزاره، ازبک و من نمیفهمم یک قوم بلند نشد، برای یک افغانستان متحد بلند شد، برای یک اسلام معتدل مبارزه میکرد، برای یک مکتب سیاسی و دینی که آزادی و آزادگی در رأسش بود، ترقی و پیشرفت بود. مسعود هرگز برای پنجشیر نجنگید، برای مسعود پنجشیر ارزش نداشت. همون بود که شورای نظار ایجاد کرد، توسعه بخشید سنگرهای خود را و پایگاه های خود را و مبارزات خود را، شورای عالی فرماندهان جهادی را ایجاد کرد، سر تا سر افغانستان ایجاد کرد و در کنار خود همه گیره گرفت و در کنار همه قرار گرفت. مسعود هرگز همونطور که گفتم حاجی صاحب قدیر در تلفن گفت که مسعود گفت که مکه وزارت دفاع را که اگر مانی مشکل افغانستان می ما باشم که در وزارت دفاع باشم، می لازم ترکش میکنم، فیصله شما را تقدیر میکنم حاجی صاحب، خدا خیر و برکت بده تا که جنگ قطع شه و حکمتیار صاحب راضی شه و به اینکه وزارت دفاع مسعود نباشه ولی دیگه جنگ نکنه. یعنی گفت خود آیسه گفت من تعجب کردم که در تلفن برم تبریکی هم داد و تایید هم کرد و امیر به پیام به تمام رهبرها از طریق ما داد که ما از این وزارت دفاع تیر هستم اگر افغانستان صلح هم یا آرامی می مسعود برای هیچ چیز نمی جنگید، فقط بر افغانستان و اطلاع کلمت الله و دموکراسی و مردم سالاری و افغانستان متحد از هم اقوام بود. این که امروز مسعود ما با تقلیل بتیم به خراسان، به پنجشیر، به تاجک، به فارسی زبان، به ای و او، به مسعود خیانت میکنیم. دیروز هم برش خیانت کردیم. پکولهای ما امروز اگر کج میماندیم، دیروز در خواد پنج بودیم، در کمونیستا بودیم و با شراب و کباب و با هزار فسق و فساد اخلاقی مواجه بودیم. همیال هم بیشترین کسایی که نام مسعود، حکس مسعود بلند میکنن، پابند به هیچ اخلاقی نیستن. متاسفانه و بدبختانه بناهن همونطور که قانونی به مسعود خیانت کرد، به مکتب مسعود خیانت کرد، به رای مسعود خیانت کرد، همونطور که دیگرایشان خیانت کرد، همونطور که حال برای شما نام کدامش زودتر بگیرم، همه اینا به مسعود خیانت کردن، از عبدالله گرفته تا قانونی، از گروپ مارشال تا تمام با آرمانهای مسعود خیانت کردن. و مسعود در یک صحبت خود میگه که وقتی که ما را خدا زد که ما از افغانستان، از کابل که امروز بر آمدیم به اینجا پس آمدیم، ما بودیم که رفتیم اونجا به چی کارهای دست نزدیم، خانه از ما، موتر از ما، قدرت از ما، ریش کوتاه کردیم، زنای دوم سیوم گرفتیم. اعتراف مسعود به ملت و به تاریخ است. بنان به مسعود خیانت میشه که اگر مسعود ما از سطح افغانستان و ملت و آرمان ملیش پایین بیاریمش، به سطح قومی و سمتی و منطقوی تقلیلش بدیم، به مسعود خیانت میکنیم خالصه. تشکر ناصیف، شما از قانونی و عبدالله یاد کردین، بخشب تقریبا 3 دقیقه دیگه فرصت داریم برای بحثم شب. آیا انتقاد از عملکردهای قانونی یا دکتر عبدالله یا بسم الله و یا امرالله معنی پنشیری ستیزی را میده و یا ای که امینا بودن که معامله کردن که امروز مردم پنجشیر سیاه‌ترین و دشوارترین روزهای زندگی خود سپری میکنن؟ انتقاد چی بر امرالله باشه و چی بر بسم الله گفته شما باشه و دیگهش باشه و
و یا به آقای عامد کرزی باشه، یا به آقای قانونی باشه، یا به استاد سیاف باشه، یا به استاد ربانی شهید باشه، به آقای حکمتیار باشه. فقط باید تمام انتقادات بر اساس عدالت، مساوات، بر اساس واقع انتقاد از منظر منافع ملی صورت بگیره. نقد ما باید عالمانه، نقد ما بی‌طرفانه، نقد ما باید بر اساس فکت ها و بر اساس واقعیت هایی که صورت گرفته و رویدادها صورت بگیره و واقعا نگه بوی بغض و بوی کین و بوی هاز در سخن گفتن بیاید بوی پیاز. اگر در حرفکای ما و در گپکای ما و در گوشی از قلب ما نفرت قومی و زبانی و نژادی باشه، باز بله میتونه که آدم نقد آدم همیش قومگرایانه باشه و ستم مابانه باشه و ستمیگری را پیشه کنیم و یا فاشیزم افغان ملتی را پیشه کنیم و به اساس اون تعصب و نفرت قومی افراد بکوبیم. خیر نیه. رسالت و مسئولیت یک مبصر، یک منتقد، یک سیاستمدار، یک فعال سیاسی و رسانه، هر چیزی که در هر گوشی که هر کس فعال است، باید منافع بزرگ ملت افغانستان، تاریخ افغانستان و رویدادها و جریانات بر حساس قسمی که بود نقد کنه. اگر از کودتای 26 سرطان مرحوم شهید داود خان شروع میکنیم، که من مرحوم داود خان همه شهید میگم به خاطر که واقعا در آخر زندگی خودش و فامیلش به دست کمونیست ها شهید شد، ولو که اشتباهات بسیار تاریخی و خطیر انجام داد، افغانستان به سقوط مواجه ساخت، ولی اگر سرمو داود خان بحث میکنیم واقعا عادلانه و منصفانه باشه، اگر سر کمونیست ها بحث میکنیم واقعا منصفانه باشه، اگر مجاهدین میکوبیم یا تایید میکنیم منصفانه باشه، اگر حکمتیار سر یک چیزی میخواییم بگوییم واقعا در حد باشه که واقعیت ها باشه، نه دشنام، نه دو، نه رسوایی، نه فحش گویی و سیاه و سفید ساختن، بلکه واقعیت ها رو بگوییم. همین مسعودی را که من امروز امشب ازش قدر تعریف و تمجید کردم، در پاریس میکروفون گرفتم، یخنش گرفتم پیش روی کل ملت و تاریخ حرف زدم، با ملت حرف زدم و فردا حرف زدم و گفتم که عامر صاحب با کمونیست ها نمیشه که اردوی ملی و اردوی اسلامی رو بسازی. جنرال های کمونیست ها فقط نوش جانت، ولی کمونیست ها تایب نشدن، توبه نکردن، از راه خود بر نگشتن، نگفتن که ما خیانت کردیم و کودتا کردیم با روسا و وطن فروشی کردیم. تو از او جنرال ها استفاده کردن نمیتونی و ملت باید نمیباشه. همو مسعودی که تا 12 شب خالص صفتش نشسته بودم گپ میزدم، ولی فرداش در حضور همه ملت یخنش گرفتم و امروز میگم که بزرگترین شهید جهاد افغانستان مسعود است، پاکترین و همو با عظمتترین مجاهد افغانستان مسعود است. ولی همو مسعود نقد کردیم، همو مسعود در ارتباط به تحولات کابل همیش نقد کردیم و پیروزی مجاهدین 8 ثور هم هرگز پیروزی مجاهدین نگفتیم، حکومت اسلامی مجاهدین هرگز حکومت اسلامی نگفتیم، انارشیزم گفتیم، بدبختی گفتیم، ائتلاف را که با خلق و پرچم صورت گرفت محکوم کردیم، ولی با وجود از هم میگم که با مقایسه با تمام مجاهدین افغانستان مسعود یک سربلند و یک شخصیت با کریزما بود. ولی یک نفر بت نسازیم، خدا نسازیم، نپرستیم، باید نقدشام کنیم، باید تحلیلشام کرده بتانیم بدون تعصب، بدون نفرت، بدون بغض و به بغض شخصی و قومی و زبانی خالص. جهان سپاس، ممنون که با ما بودید. همین برنامه رو دو ساعته بسازیم که دلکای ما شما همیش پرست. انشالله و زودی و زودی چی بسازیم. ممنون از وقت که با ما گذاشتین و انشالله که هفته اینده بازم در خدمت می باشیم. موفق باشیم. سلامت باشین. روز روزگار خوش. با خدا نگهدار.